حق نظر پهلوان خیلی شهرت یاری مملکت که در میدان امروز هم هنرش بهتر بود. با دوری بعدی توجه میکنیم با غالبان دیگر. کمران شاهی استوپیریون دست پروری کاخ ورزشی لنگلیفی ولایت سوخ ناحیه جبار رسولوف، پهلوانی که الان خلعت سفید ببر دارد و حریفش سعید مومن شو محمدوف، این ورزشگری خلعت کبود داشته که الان چون نیروسنجیش هم در دوری قبلی اونقدر اگر بگیم طبع دل خیلی عالی بود، حتی در مقابل با شهریار من بویوف هم یک هنری جالب نشان داد و در دقیقه سیوم نیروسنجی در دوری اول ظفر یافت. کامرانشو البته باز عبدالقادر رو چون شکست داد، بعدا هم ابوبکر زویروف رو هم مغلوب کرد، دو پیروزی دارد و این مبارزه سیوم کامرانشو در میدان مسابقه جام پایتخت به حساب می رود. با کامرانشو البته چون یک امکانیت های دیگر هم فراهم شد، یعنی تمرین های دست جمعانه با نمایندگان کشورهای قاره اروپا و آسیا که در این زمینه هم کمیته های مربوط به ساحه، کمیته ملی المپی، فدراسیون گوشتین جودوی کشور و علاقه هنرش سال تا سال سیقل میابد و هدف تنها با بازی های المپی توکیو 2020 سفر برگردیدن، یعنی دریافت راحت علاقه در این زمینه که مقام دویم رو در چمپیونات آسیا به دست آورد، علاقه باز هم یک قدمی استوار جهتی به دست آوردن این راحت به میان آمد. آگاهی به کامرانشو داده شد و چون بیان کردیم در هنرنمایی سعید مومن شو محمدوف که این پهلوان گران وزن ناحیه رشت، یک ایده از این پهلوانان هم تحت رهبری و رهبلدی مربیان صاحب تجربه این منطقه تمرین میگیرند و یک اصول را خیلی مهم همیشه یادآور میشویم که همون پرتافتی خیلی جالبی جانیبه قبلا که با برادرش توصیه داده شد یوری بک و این انعنه را بعدا سلاله پهلوانان منطقه رشت خیلی خوب جاری کردن، اما سعید مومن در این دیدار نمیتواند که همون انعنه را ادامه دهد، همون عامل اساسی ظفر یابنده دور را هم پیش کاری خود کند. تلا دادن حریف پای در پای، اینجا هم اندکی باز به رفتی سبقه و به همون قایده های گوشتین ملی اندکی ایلت به وجود میارد، این رو هم داور خوب احساس میکند و باز هم خیلی احتیاط کارانه رفتار دارد، البته عملش حرکت هایش که مبادا به خطاگی راه ندهد با مونند شهروخ که در مقابل سید جلال عمل کرد و با ناکامی روبرو شد. این رو سید مومن خود میداند، الان مبارزه سید مومن هم اندکه بهتر شد. کامرانشو باز هم در فریبایی حریف، باز هم در دیگر سمت هایی که بیشتر منفیت بخشند در ادامه سبقت خیلی اهمیت میدهد، چون که تجربه هم در چنین رقابت ها یک نقش بزرگ دارد. توجه به این سبقت میکنیم که هر دو هم خیلی ارزندند و باز بعد این دیدار اکنون شمشاد عبدالله پهلوان دیگری ناحیه رشت و عبدالوهاب ستار به میدان خواهند آمد. پهلوانانی البته باز هم معروف، کامرانشو باز هم سرعت رقابت رو اندکی تیزتر کرد. مخلصان هم در این جریان خیلی در هیجان هم. سعید مومن الان برابر نیرو سنجیده ایستاده است با کامران، اگر گویم اشتباه هم نمیکنیم، اما اکنون دقیقه ها اندکه باز کاری سعید مومن رو مشکل تر کرد، چون که فشار دوچند شد. سرعت افزایی در این مورد بسیار ثمرآور است من فکر میکنم، چون که وزن سعید مومن اندکه بیشتر است، در صورت دوچند کردن این حرکت شاید همون علت خطاگی سعید مومن رو هم کامران پایخست کند و خوب استفاده نماید. آگاهی به تنبیه تبدیل یافت، رقابت اینجا هم
اندک پرشیده تر میگردد. کومروشو میخواهد امتیاز ستاند. بهار نه، اگر نبودن امتیاز همین تنبه هی آخر کافی است برای کومروشو. اگر امتیاز را از دست ندهد میتواند که خود موفق شود. 3 دقیقه بیشتر نیرو سنجیدند هر دو پهلوان وزنی جمعی 80 کیلو. مرحله های حساس پسی سر میگردند. سبقت 4-1 نهایی پهلوانان در اینجا ادامه خواهد یافت. اوی پهلو خیلی هم لحظه گفتیم که کومروشو بسیار استوکارانه عمل میکند، ماهرانه رفتار میکند. صورت افزایی قوازمایی پهلوان به سبب نیست و در میدان دیگر هم خیلی باز هم مبارزه پرشیده تر میگردد. همون مرحله های حساس پیشی نظر میان. سبقت 4-1 نهایی، بعدا وفوری های نیمه نهایی تا به مرحله اساسی که مورو در پیش است. دوست شو جایزه از نومی مقامات اجرای حکومتی دولتی شهری. آی بدن خیلی هم یک پیش پا، خیلی هم یک ترتیبی سبقتی جالب و جذابی کومروشو اکنون در این دقیقه های آخرین بهتر شد. گفتیم که به سبب نیست صورت افزایی، این هم باز هم فریبا کردن حریف است به هر روح و واسطه، به هر طرز و ترتیبی که در این جریان. باز هم دوباره این کار رو میخواهد، باز هم جلی تر سازد و هنر سعید مومین در مقاومت کومروشو یمسو پیریان البته آنقدر بد نبود. برنو کومروشو نون پرتو تسومون داد با پهلو، امتیاز ارزنده بود به حفظوری گردید و همین طور کومروشو از این مرحله بود با مرحله حساس و حال طلب راه یافت. باور کنه دوستان عزیز، اکنون گوشت نیمیلی اگر گویم که شروع شوقش آغاز گردید از پس خطا نمیکنیم.